آرتا بفرمایید. دفتر خانم رویا رفیعی اونجاست؟ بله شما؟ با خودشون کار داشتم. ایشون تشریف ندارن، اگر پیغامی دارین بفرمایید. تشریف ندارن؟ من کار واجبی باهاشون دارم. خانم خواهش میکنم، کجا میتونم پیداشون کنم؟ خواهش میکنم. همسرشون هستن، میخواین با ایشون صحبت کنین؟ همسرشون؟ خب باشه، حرف میزنم. این نکته رو رویا متوجه شده بود که محل تأسیسات نسبت به این نقشه توی ساختمون جابجا شد. خدایا این کار مهندس هست مهندس. الهیام، شوهر چقدر دور به هم قطع بود. چی کار کنیم میشه؟ بفرمایید. آقای مهندس، این خانمی پشت خطه با خانمتون کار دارن. کارشون هم خیلی ضروریه. بس کنید. سلام آقا، من از دوستای قدیمی رویا هستم. شما منو نمیشناسیم. اسمم فرشته است. به رویا احتیاج دارم. فرشته؟ یکی از آپاچی ها؟ درسته؟ بله بله. ببینید خانم، من شما رو میشناسم، ولی شما رویا الان توی کارگاهه. یه شماره تلفن بهتون میدم، اونجا حتما میتونید پیداش کنید. سلام، زود اومدی. معلومه، باورت میشه؟ میدونستم خوشحال میشی. نمیدونی چه حالی دارم فرشته، بعد از این همه سال. وای که تو چقدر ماهی. سعی میکنم زود برگرد. تو با آژانس برو ترمیگاه، اگه دیدی ماشینم حاضره ماشین منو بگیر. دیدی دیر کردم، دنبال گلنازم برو، غذا رو گم کن غذای گلنازم. تو مطمئنی کار دیگه ای نداری؟ خوشویی، رخچک، خرید مامان، نمیدونم گلدون آب دادن. مطلک میگی؟ نه. پس اینجوری نگو، به هم برمیخوره. خیلی خوب، خیلی خوب. حالا دیگه بزن به چاک. آخ، اگه بدونی چه حالی دارم. آره، میدونم. ممکنه شب بیارمش خونه. دو تا آپاچی تو خونه کوچیک، خدا به خیر کنه. میبینمه. مشتاق دیدم. ببین. پنج تا دوست دارم. ببین. آره. خانم رفیع، خانم رویا رفیع، با شما هستم، ببرم پایتخته. بله، ببخشید استاد، من توی این مبحث کمی اشکال دارم. دو سه ترمی هست که این درس رو گرفتی، نه؟ بله. کی بلده این مسئله رو حل بکنه؟ حتی یک نفر از شماها نمیتونه مسئله بی این سادگی رو حل بکنه. حتی یک نفر. استاد فکر میکنم من بتونم. بفرم پایتخته.
آفرین بر تو دخترم. اسم شما چی بود؟ فرشته نام‌آور. بفرمایید بشینید خانم نام‌آور. حقیقتاً این اسم برازنده شماست. میتونم چند دقیقه وقت تو بگیرم؟ خواهش. من یادت میاد؟ خانم رفی؟ درسته. ببین پای ریاضیات من یه مقداری ضعیفه. میخواستم بگم اگر بشه هفته چند ساعت مزاحمت بشم. باشه، نه مزاحمتی نیست. من مکمل ملی کار میکنم، فقط پول میگیرم. بله؟ من ساعتی 100 تومن میگیرم، درس میدم برای خرج تحصیلم. باشه، اشکال نداره، اینجور برای منم بهتره. خب کی وقت داری؟ چهارشنبه 4 تا 6 خوبه؟ من کلاس زبان دارم. پنجشنبه جمعه چطوره؟ پنجشنبه خوبه. این تر تره اینه، این مقطع سی دی شد. از اینجا تا اینجا تا میشه؟ اون فشار بخواهی که ما میخواهی ولی که الان توشی نکنه یه جدویش معلومه، معلومه خوبیده. دوربینو میزنم رو اتاقا خیلی راحت. چی؟ همون کاری که باید میکردم. شفم شو سخیه نبود. تو نابغه ای. جدی به خدا راست میگم نابغه. ما دوست داشتنی. آره بابا، داشتم فکر میکردم اگر تو توی آمریکا یا انگلیس به دنیا آمده بودی الان داشته واسه خودت توی آکسفورد یا هاروارد ملغ میزه. خوشبختانه که توی ایران به دنیا آمده، چون از ملغ زدن زیاد خوشم. صادره از مورچه خورد از سبا میرسم. چطور لحجه نداری؟ چی لحجه ندارم، خوبم دارم. خب بسته دیگه، بزن به چات، میخوام به تمرین انگلیسی برسم. چی این پولت بیزبونو میدی به این کلاسا؟ بده خودم بهت یاد میدم. چقدر تو به فکر پولی دختر؟ خب چرا بابات نمیگیری؟ بابام پولش کجا بود بیچاره؟ اگه با این وضعش قرار بود پولم برام بفرسته که دیگه هیچی. خب نظر چیه؟ راجبه چی؟ تدریس زبان. یعنی تو اینقدر انگلیسیت خوبه؟ اما به هر حال انقدر خوب هست که از پس تو یکی بردیم. کجا کلاس رفتی؟ چی؟ نوار کتاب لنگافون. یه چیزی بگو ببینم. I'm gonna ask you something. Let's get out of here. دختر تو معرکه ای؟ Yes, I am. بله. ببین من میتونم چند تا از این کتابا رو به خودم ببرم؟ آره حتما، هر چند تا میخوای میتونی ببری. ولی شرط داره. چه شرطی؟ اگه فردا تو امتحان گیر کردی، یعنی تو گل مثل خر، بعد به هم برسی. باشه. متشکرم. میدونی که از ماجراجویی خوشم. ولی اگه دانشگاه تعطیل بشه، این درس و امتحانام به هیچ دردی نمیخوره. آره، مثل اینکه جریان خیلی جدیه. خیلی بد میشه، تمام برنامه هم به هم میرزه. Dur. Dur.
خانم نابغه گل کاشتی. واقعا خط دل می‌کنه. اصلا نمی‌دونم چیکار بکنم. چی شده؟ فردای میتینگ هست میای؟ من از این چیزا میترسم. ترس نداره. ما باید خودمون برای خودمون تصمیم بگیریم. من که میرم. ببخشید خانم. شما خانم فرشته نامآور هستین؟ بله بفرمایید. من یه عرضی داشتم. یکی از دوستای شوهر من از شما خیلی خوشش اومده. بعد ما از من خواهش کرد اگه امکان داشته باشه آدرس شما رو بگیرم. البته قصدشون ازدواجه، عکسش هم به من داده. شاید هم دیده باشینش اینجا، دانشجو سال آخر مکانیکه. وضع مالیشون خیلی خوبه. پدرش هم استاد دانشگاهه. شما مطمئنی نشون من اشتباه نگرفتم؟ حالا اگه اجازه بدیم مزاحمتون بشن بیشتر آشنا بشین. چرا جواب رد دادی دیوونه؟ شاید پسر خوب بود. فعلا قصد ازدواج ندارم. میدونی میخوام درسم که تموم شد یه سر و سامونی به وضع خواهر برادرام بدم. به بابام کمک کنم خونه‌مون رو عوض کنه. اگه بدونی یه عالمه نقشه دارم. در ضمن بذار بهت بگم این پسری که من دیدم چشمش به خونه و خانواده ما بیفته ها، دو تا پا داره، دو تا هم قرض میکنه میزنه به چاه. تازه فکر کن قبول کردم اون قضیه جور شد به بچه ها بگم با حاجم تو توال رمان خواسته کن از دست تو فرشته. نه بالا نش میگم با کسی تو توالت خواسته گاری میکنه فرشته. بی بریم بودو دیدی چه خبر بود؟ آره داشتم از ترس سکته میکردن. انگار قضیه جدیه. دیروز تو خوابگاه یه اطلاعی زدن که دانشجوی شهرستانی باید هرچه زودتر خوابگاه رو تخلیه کنم. فکر نکنم زیاد طول بکشه. یکی دو ماه دیگه این سر و صدا تموم میشه، دانشگاه باز میشه، برمیگردیم میام. نمیدونم با این وضعی که من دیدم فکر نکنم. ای خیال بابا. فرشته. ما وای ساده ها رفتش. دعا کن تو امتحان رانندگی قبول بشن. بابام قول داده برام یه رنو بخره. راست میگی چه خوب. میخوای رانندگی دست بدم؟ مگه بلدی؟ آره یه دو هفته میشه گواهی نامه گرفتم. بابا تو دیگه کی هستی؟ میای بریم خونه ما؟ نه بذارم اون قول دادم که به درس و مشق بچه هاشون برسم. امتحانشون نزدیک. روی اونهاش چی؟ همون پسر که بهت گفتم موزه من میشه. کو کجاست؟ بیشتر همون شبار سربازی تنشه اون بر خیابون. چقدم خوش تیپه. دیگه راستاسی بهت حسودی میشد فرشته. خواهش میکنم سر این موضوع سر به سرم نذار که حسابم خورده. نمیتونی چقدر ازش میترسم. هر وقت میبینمش دلم شور میزنه. بابا اینکه ترس نداره، یه مش بهش بزنی ولو میشه. خیال میکنی از اون بچه پرروست. هر روز میاد دم خوابگاه تا دانشگاه اسکورتم بکنه. چند روز محلش نذار میره به کارش. سرتو بکش کنار. گفتم سرتو بکش کنار. با من بودی؟ بس با عمم بودم. کدوم عمم؟ زهر نزم بکش کنار. حرف نزم بچه پرو. عجب دور زمانه شدی. اصلا ببینیم بابا طلق خود بود. آقای راننده
نگه دارین لطفا، این آقا ناراحته، میخوام یادش بیارم. احمد ناراحته، کی با تو بودن سنتر خانم؟ بگه شما تو بیا. آقا راننده، نگه دارین آقا مزاحم ما هستن، میخوام پیاده شیم. خلاص حوصله درد سر ندارم، ببر پایین. یه بند وایساده از دوست پسرشو مهمونیه که میره حرف میزنه. خجالت هم نمیکشه. من؟ نه پس من. به خدا دروغ میگه. آره. حالم قسم نخور. قدش بنا ما گفتیم. بشین بابا حال نداری. آره. اصلا داشتیم از مهمونیه که رفتیم حرف میزنیم. فضولی. تو سر بیازی و تک یاس. غلط میکنی. غلط میکنی. خودت غلط میکنی. آقا خجالت بکش. اینا از درس دانشگاه شو صحبت میکردن. بفرمایید. بفرمایید. واقعا که. آقا دندش پایین. خجالت بکش. نمرو پایین. دستت بکش. دستت بکش. بلم کن. گرم شده ببینم. وای که تو چقدر ماهی لوز نشه بابا به خود جدی میگم همه چیز به موقع است به موقع شیطونی به موقع خانومی بله بله باورم نمیشه تو چی جوری این همه کتاب میخونی جدا انقدر کتاب جلسه پیش خوندم خودم دارم میشم شبیه کتاب خب میدونی من خودم تو این کتاب رو پیدا میکنم شرایط من متفاوته وای عوضی که من از اتوبوس پیاده میکنم مایا مایا بودو که من از اتوبوس پیاده میکنم ببین من این دفعه رو بیخیالی تقیی میکنم ولی یه دفعه دیگه از این غلطه بکنی یا میکشمت غلط میکنی دفعه آخرتم باشه که با این نیمه رو من میداره که چی فهم شد؟ شوخی نمی کنم آخه کمک کنید حالید شد؟ خواهش میکنم کمک کنید چی شده خانم؟ یکی مزاحم ما شده بچا بیان برو باب دیوونه ببین اگه یه دفعه دیگه باش ببینم تا با این صورت رو بیریخ میکنم راست میکنید این پسره خیلی خطرناکه ها تو رو خدا برو اصفهان برو یه مدتی بمون بعد برگرد من نگرانتم ببین هنوز داره دستام میلرزه خیلی خوب این کمی دراز بکش حالت سر جاش بیاد باید خیلی احتیاط کنی اگه این موقع چاقو بزنه به صورتت اگه چه میدونم اسید مسید بپاشه به صورتت میدونی چی میشه همه عمرت بدبخت میشی سخت نگیر مگه شهر هرته خدمتش میرسی میخوای یه مدتی با من این ور ور نیا به خدا ازم موضوع نیست من فقط نگران تو هم میگم چطوری بریم کلانتری شکایت کنی بدبختی های خودم کم بود اینم بهش اضافه شد نه بابا خانواده من خوششون نمیاد دختر پاشو بذاری تو کلانتری اینجوری نمیشه ما باید گروه خودمون را بندازیم گروه چی؟ گروه خودمون دیگه گروه آپاچی ها دختره آپاچی ببین اینم آرمش نظر چیه؟ تو دیوونه ای بابا آخه اینجوری که نمیشه یه بچه پرو تو خیابون را بیفته هرچی از دهنش در میاد به ما بگه ما هم هیچی نگیم ما باید خودمون رو قوی کنیم باید بریم کلاس کاراته، ورزش، بدنسازی ببینم، توالت بهتره؟ آره، ولی مثل اینکه تو بهتری نمیخوام تنهات بذارم اما باید برم خوابگاهی چند تا کتاب هست ببرم بدم پسرمو روی داگو چه فکر کن سلام مرسون. بگو مرم نمیدن. آش. بده یه دستت درد نکنه. یه چیزی زحمت کشیده ما. میگم. بذار باشه فردا موتور دوستم برات بیارم. نه بابا. برم شب خواب باشم. لاغر بذار تا ایسکا اتوبوس برات بیارم. نه. خیلی خوب. بیا بریم. باش دب کن. آه من رفتم برمیگردم. بده من.
پدرت لعنت که این بلا رو سرم آوردی. آخه من به تو چی بگم؟ اینه تهران اومدنت؟ اینه درس خوندن و دانشگاه رفتنت؟ همینو میخواستی؟ میخواستی بیچاره و بیابرون کنی؟ داداش بفرمید بشین. شما تازه از راه رسید. بابا اشتباه کرده، غلط کرده. بفرمید بشین. بابا آخه من که کاری نکردم. خان داداش تو واسطه شدی. تو گفتی بذار بیا تهران درس بخونه. بلا من آدمی نبودم که دختر بفرستم تهرون. من کجا با این بیابرویی یا کجا؟ حیثیت برام نموند؟ کاش خبر مرگ خودش آورده بودن. برو اون وسایل صاحب مرده تو جمع کن ببر خونه عمود. واسه فردا بلیط گرفتم. هرچی تا حالا درس خوندی و مهندس شدی بسه. نخواستیم این تاجای افتخارو. ده برو دیگه. این کل جریان بود. بابام گفته بعد باش برگردم شهرستان. باور کن شانس آوردی. برو تا آبه از آسیا بیفته. بعد دانشگاه باز میشه دوباره برمیگردی. نمیتونم بهت زنگ بزنم. میدونی که تلفن نداری. تلفن منبع فساد است. مخصوصا اگر آدم دختر و پسر جوان داشته باشه. ولی بهت نامه میدم. حالا چی کارت میکنن؟ هیچی بابا. یکی دو هفته فوشم میدن. بعدم به قول بابام قلم پامو خورد میکنن. بعد هم همه چی عادی میشه. دست پسرمو چی؟ تفلی انگشتاش به هم چسبیده که دکترم میگم با یه عمله دیگه درست میشه. فکر میکنی بگیرنش؟ کیو؟ دیوونه رو؟ چه میدونم شهره به این درنداشتی. حال که بابام براش یه پرونده مفصل درست کرده. فرشته دلم برا تنگ میشه. می تو. فرشته چرا؟ چی میخوای؟ کجا داری میری؟ میرم به درک. گفتم کجا داری میری؟ بچه پرو، زدی پسرمون بدبخت کردی راضی شدی؟ نمیدونستم پسرمته. فکرم دوستته. گیرم دوستم باشه. فضولی؟ آخه تو چی کاره ای؟ کلانتر محله ای؟ آخه به تو چه؟ میخوام بگیرمت. خاطر خاطر شدم. خوشبال بابا. برو، برو دست سر من بردار. گفتم میخوام بگیرم ات. من از خوشحالی پس میفتم. مسخره میکنی؟ برو، برو خدا روزی تو جای دیگه حواله کن. گفتم کجا داری میری؟ دارم میام جهنم، از دست تو میخوام در جهنم. ببین، اونجام پیدات میکنم. غلط میکنم. حالا آخریش بریم؟ بله. دست شما درد نکنه. برو، برو تو خوابگاه یه تاکسی بگیر، این پسر اعتباری نداره دیوونه است. میخوای به کلانتری خبر بدن؟ نه فایده نداره، بدتر آبرو ریزی میشه. فرشته من نگرانتم. نگران نباش بابا، من خودم یه پاپاچی‌ام. آلا آلا پس بابا زبا خودت باش. باشه خدافز. آقا سوار شو. آقا کجا؟ خان خانم من آمد. نمیگی کجا داری میری؟ آقا سوار شو. آره مزاحمه. بله مزاحمه.
مزاحم نشو. آقا بیا برو بیرون، حوصله درد سر نداری. خود بکار. آقا بیا برو بیرون. برو با. خلاصه اینکه به خیر گذشت. اما اینجا دارن پدرم رو در میارن. خب میدونی شهرستونه دیگه، همینجوری خواستگار پشت خواستگار. اگه بدونی چه کشت مردایی دارم، یکیشون تا حالا سه بار فرستاده خواستگاری. مثل اینکه بعدت هم نمیاد شوهر کنی ها. نه بابا، دارم سعی میکنم یه کار خوب گیره بیارم. فعلا که دارم میرم کلاس خیاطی تا ببینم چی میشه. اگه بدونی چیا میدوزم، متد گرلاوینم اصلا. خوش به حال من. خب تو بگو چه خبر؟ تو روزنامه یه چیزایی میخونم. خیلی دلم خواست اونجا بودم. هیچی بابا، هر روز درگیری. سه روز تموم بچه های گروه های مختلف دانشگاه زنجیری بسته بودم، ولی همه چی تموم شد. یعنی از دیروز رسما دانشگاه تعطیل شد. باور کن فرشته، به نفع تو شد رفتی. نمیدونی چقدر خوشحالم از اینکه حسن رد تو گم کرده. آره خوشبختم. کی؟ همون دیوونه دست بردار، غیر ممکنه. بسیده داره بر منو نگاه میکنه. حالا میخوای چی کار کنی؟ ببین خدافز داره زنگ میزنم. خدافز، مواظب به خودت باش. اسم شما همیشه تو خونه ما دعوا رو میندازه. من؟ آخه چرا؟ خب من علاقه ندارم فرشته یاد خاطرات گذشتهش بیفته. حضور شما همیشه باعث خاطره چی آقا؟ دانشگاه باز شده، فرشته بر نگشته. برید کنار، خواهش میکنم برید کنار، میخوام ببینمش. میخوام بیام تو. خانم اون دیگه نمیخواد درس بخونه. نمیخواد شما رو ببینه. آخه من چطوری به شما بگم؟ اون دیگه الان زندگیش فرق کرده. بچه داره. ببینید ما زندگی خوبی داریم. خواهش میکنم خرابش نکنید. اگه اونو واقعا دوست دارید دیگه پاتون اینجا نذارید. برید خانم، نه بهش تلفن کنید، نه نامه بنویسید. برید. رویا، رویا، شت.
نجات ها؟ آره، اون علیه، اینم محمد. دیدیش؟ آره، دیدمش. چی کار میتونم برات بکنم؟ والا دکتراش میگن باید یه چند تا دکتری متخصصی چیزی از خارج از بیمارستان بیاد. بگم تو میتونی کمکم. حتما، حتما. الان ترتیبشو میدم. من کلی دوست آشنا دارم. تو اصلا نگران نباش. فرشته عزیزم. همطور که میدونید عضله قلب آسیب دیده و از کار افتاده. و به همین دلیل اغلب اعضای بدن صدمه جدی خوردن. البته ما سعی خودمون رو میکنیم، ولی یه معجزه لازمه. با توجه به فرمایشات همکارانم پیشنهاد میکنم شما دوستتون رو برای قبول واقعیت آماده بکنید. خانم شما رو تو جریان قرار بدن. شب بخیر. شویه تو حساب کن، نگران این چیزا نباش. بذار تو کیفت. باید صبر کنیم. اگه بدنش مقاومت کنه هنوز جای امیدی هست. داره شکر. بیا بریم. بریم بچه. نه من همینجا میمونم. نمیشه، هیچ فرقی نمیکنه. نه نمیشه، آخه تو نمیدونی. چرا میدونم. بی بریم خونه ما، هم خودت هم بچه های استراحتی میکنیم. فردا دوباره با هم برمیگردیم. را بیافریم. بریم بچه ها. شب بیرون میمونی؟ نه، میدونه با تو هم. اگه گفتی کیه؟ کیه؟ آقای موشکیان. نه. آره، یادته چقدر ازش خوشم اومد؟ معلومه که یادمه. درسم که تموم شد رفتم توی شرکت استخدام بشم. دیدم رئیس شرکته، بدون چون و چرا استخدامم کرد. خوبه، اخلاقشو میگم. آره خیلی، یعنی خیلی با هم دوستی. چه خوب. بگو، از خودت بگو، چی کارا میکنی؟ والا من انقدر فکرم مشغوله که بپرس تو بگم. چرا جواب نامه هامو ندادی؟ چرا نمیخواستی منو ببینی؟ هیچ کدوم به دستم نمیرسید. همه فکر میکردن اینطوری برام بهتره. میدونی چند بار برای دیدنت اومدم؟ فکر میکردم همه فراموشم کردن، حتی تو. بعد از این همه سال، شوهرت، بچه هات. الو؟ 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 ببی خدافز به زنگ میزنم. دیدی پیدات کردم؟ نگردار کارت دارم. با تو هم نگردار. یک کلانتری بهت میگم نگردار. چی کار میکنی دیوونه؟ مگه مریضی؟ نگردار کارت دارم.
آبروم رفت. همینم مونده بود که پای دخترم به زندون کشیده بشه. حالا نگرم میدارم؟ چرا حالیت نیست؟ زدی دو تا پای یه بچه رو شکوندی؟ جناب سعون اصارتون کرد. برای دخترتون قرار ساده شده، یه سند خونه بیارین تا تشکیل دادگاهشون آزاد باشه. افسر با من کارمندم، خونم کجا بود؟ تازه دختر من که گناهی نداره. جناب سروان من شاکیم، متهم که نیستم. به هر حال یکی از پسر بچه ها رو شما زیر کردین. حالش چطور؟ پسری که شما زیر کردین حالش خوب، متاسفانه اون یکی پسر فوت کرده. پاشو برو بر پام خواب رفته، میخوام درازش کنم. دانشجوام معلوم نیست اون بیرون چه غلطی میکنه، اومده میگه من دانشجوام. فکر کرده من خریم. بیا بیرون. من از دست تو چه خاکی تو سرم کنم؟ خوار و ذلیلم کردی، بی آبروم کردی، باعث شدی بگه هرکس و ناکسی گردن کج کنم. چه بلاها که به سرم نیاوردی. ای بشکنه این دست که اون ورقه دانشگاه تو امضا کرد. چه غلطی کردم، چه اشتباهی. حالا یه عمر تو اون بس بدم. یکی نیست بگه آخه مرد حسابی، دختر دانشگاه فرستادنت چی بود؟ داد نزن، آبرومو رفت. آبرو؟ کدوم آبرو؟ مگه آبرویی هم برامون مونده؟ دختر من، نوه میرزا علی خان، یه روز تو دادگاست، یه روز تو کلانتری، دیگه چه آبرویی؟ آخه مگه چی کار کرده؟ چی کار کرده؟ چی کار کرده؟ الان حالی تو میکنم که چی کار کرده؟ ارواح خاک پدرت نشو کن. برو کنار. من امشب این دوتا رو میکشم. پسر بابام نیستم اگه جنازه اینا رو این در نفرستم بیرون. ارواح خاک مادرت بدش کن تو رو خدا. از شکم خودت و بچهات ببر، بده خانم بره دانشگاه درس بخونه، واسه سربلندیت باشه. اون وقت خبر بیارن که دخترت بیابرویی کرد. بیابرویی؟ کدوم بیابرویی؟ آخه من چی کار کردم که باعث سرافکندگی شما شدم؟ هرچی پول برای من فرستادین که یه چیزی هم گذاشتم روش برای ماما فرستادم. آخه چرا حرف حساب سرتون نمیشه؟ بابا یه بی پدری مزاحم من شده. آخه من چه گناهی کردم؟ ببرون صدای نحس تو، واسه من دوم در آورده. نمیبرم، میخوام حرف بزنم. مثلا حرف حسابتون چیه؟ چی میخواین از جون من؟ اصلا دیگه گریم نمی کنم. نمیخوام گریه کنم. بسه دیگه، چقدر منو توهین و تحقیر کردین. عوضی که پشتم وایسین دست و پای منو میشکنی، غرور منو خدشه دار میکنین. بابا آخه منم آدمم. آدم آدم نیستی، ولی من آدمت میکنم. حالا میبینی. برو کنار، برو کنار، در باز کن، باز کن. فرید برو قفل بیا بودو. حالا دیگه در رو میبندی؟ چشمام را خواند.
آخرین دفاع خودتون رو بفرمایید. نمیدونم چی شد که اینطوری شد. از روز اول که دیدمش خیلی خیال داشتم، میخواستم اهلشم، سایه سرشم، میخواستم مردش بشم. اما از همون روز اول تأخیر شدم، اذیت شدم، همه چی بدم بود، داغونم کرد آجا، روز و شب باسم نذاشت. حاج آقا چطور بگم، از وقتی که اینو دیدم دلم مثل یک کفتر تو سینم پرپر زد. بری سر اصل مطلب. به اصل مطلب همین حاج آقا، من خاطر خواه بودم حاج آقا، هنوز هم هستم. خاطر خواهی که گناه نیست، هست. آقای قاضی قصاصش کنید، این کذافت رو باید قصاصش کنید. آخه مگه آقای قاضی شما خودتون بچه ندارید؟ بچه بیگناه من از صبح خونه رفته بیرون برمگشته. خودتون رو کنترل کنید خانم، اینجا محکمه است. شما خودتون باید قانون رو رعایت کنید. بسیار. اگر اینو قصاصش نکنی خودم با همین دستام خفش میکنم. بسیار خوب، بفرمایید بشینید خانم، بفرمایید، ادامه بدید. حاج آقا من که نمیخواستم بچه اینا رو زیر کنم، به علی نمیخواستم، به مولا نمیخواستم. بابا اون منو تحریک میکرد، حالا اون میگرفت. هم دوستش داشتم، هم ازش نشنیده بودم. فقط میخواستم بهش بگم من از اون گنده ترم. همین دیگه، حرفی نداره. به حکم دادگاه انقلاب اسلامی، متهم ردیف دوم خانم فرشته نام‌آور، فرزند محمود، به دلیل شکستن غیرعمد پاهای یک کودک و نقض قوانین رانندگی گناهکار شناخته شده و با پرداخت دیه قانونی و جلب رضایت اولیای دم میتواند آزاد گردد. و متهم ردیف اول حسن نجفی، به دلیل جرائم مختلف از جمله اسید پاشی، مزاحمت برای نوابیس مردم و قتل غیرعمد یک کودک گناهکار شناخته شده، به پرداخت دیه قانونی به اولیای دم و به 13 سال زندان محکوم می‌گردد. من بی‌گناهم، من بی‌گناهم، من گناهکار نیستم. می‌کشمتون، برمی‌گردم، می‌کشمتون، برمی‌گردم، می‌کشمتون. ختم جلسه اعلام می‌گردد. رضایت رو براتون گرفتم، امروز هم دیگه رو میپردازم، شما دیگه میتونید برید خونه. خدا رو شکر که برنده شد. قربان شما، زحمت کشید. بفرمایید. خیلی ممنون. بفرمایید. بابا شما دیوونه شدین، آخه مگه من عقلم از دست دادم زنمون بشم؟ آخه مادر جون اون دیوونه 13 سال دیگه برمیگرده حسابت رو میرسه، چرا نمیفهمی؟ تا 13 سال دیگه کی مرده کی زنده، تا اون موقع میرم خودم رو گم و گور میکنم. آخه بابات قول داده. مادر جون عهد دقیانوس نیست که، برای خودش قول داده. آخه الان بذار بیرون خواستگاری. مادر دست از سرم بردار، سه بار گفتم نه، پول دیهشون هم کار میکنم بهشون پس میدم، دیگه حرفی داری؟ مادر تو الان انگشت نمای شهری، احمد آقا با این کارش آبرو تو رو میخره. اون حالا به گردن بابات حق داره، نمیتونی که در بروشو باز نکنی؟ میتونی در باز کنی تا خودم جوابشون رو بدم. سلام. سلام مختبه. فرشته بابا جان شیرینی بگیر. دست شما درد نکنه. مبارک دخترم. ببینید خانم، من میدونم که شما هم مثل من با این وصلت موافق نیستین و به خاطر پسرتون زحمت اومدن به اینجا رو کشیدین. منطقی هم که بخوایم فکر کنیم حق با شماست. من برای ایشون مناسب نیستم. مطمئنم که دخترای زیادی تو این شهر هستن که هر کدومشون میتونن زن خوبی برای ایشون بشن، اما در مورد خودم مطمئن نیستم. من دانشجوام، میخوام درس بخونم.
از بچه داشتن و شوهر داشتنم ترسی ندارم، اما الان فکر و ذکر من فقط درسه. والا ما هم عقیده شما رو داریم، ولی چیکار کنیم که آقا پسرمون شما رو میخواد. احمد آقا، از شما هم به خاطر همه چیز ممنونم. امیدوارم بتونم یه روزی زحماتتون رو جبران کنم و دینم رو ادا کنم. فرشته خانم، شما زن منم که بشین، بازم میتونین درس بخونین. اصلا من خودم کنکور میدم میام دانشگاه. آقای ناصری، این چیزا تو حرف ساده است، تو عمل فرق میکنه. یعنی میخوای بگی من اهل عمل نیستم؟ نه، منظورم اینه که بابا جان بس کن، اینجا که جای بحث نیست. پس کجاست؟ داریم راجع به دو تا آدم زنده حرف میزنیم، گوسفند که معامله نمیکنیم. ببین فرشته خانم، هر چی بخواین من براتون فراهم میکنم. هر جایی هم که شما بخواین زندگی میکنم. از بابت خرید عروسی و مهریه هم هر چی گفتین قبول. درستون هم میتونین بخونین. به خدا امضا میدم که میتونین درس بخونین. صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینه آن. بلندتر بخون. چی رو؟ همون که داشتی زمزمه میکردی. یه شعر از سهراب سپهریه، میگه صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینه آن. صدای کی؟ چی؟ میگم کی صدات کنه؟ یه شعره. خب ولی بالاخره تو رو یاد کسی میندازه. آره، یاد شیرین، هم کلاسیمه. اون این کتابه با من داد. پس بین خودتون شیرین صداش میکردین. کیو؟ همونه دیگه. برم کنترل خود، اصلا حوصله ندارم. داری چیکار میکنی؟ دارم زنگ میزنم به یکی از دوستام. رویا، تو نمیشناسیش، خیلی دختر ماهیه. میخوام بگم یه چند روزی بیاد پیشمون. نظرت چیه؟ عروسیمون که نتونست بیاد. از کجا؟ تهران. تک و تنها؟ خب آره، چطور مگه؟ تو هم تک و تنها میرفتی تهران؟ آره. چجوری؟ خب معلومه، سوار اتوبوس میشدم میرفتم. با کسی هم آشنا میشدی؟ اگه صندلی خالی نبود. آره. ببینم با مردم حرف میزدی؟ آره. با هم کلاسیات چطور؟ خب آره، چطور مگه؟ با پسرام؟ این سوالا چیه که دیگه میکنی؟ پس حسابی دختر آزادی بودی. تا آزادی رو چی بدونی؟ یه زن باید خیلی پر رو باشه که بتونه اینجور رک جواب بده. چی کار داری میکنی؟ کنترل. تو زیاده از حد آزاد بودی، باید کنترل بشی. خلاصه این که من با این مرد نمیتونم زندگی کنم. مادر جون صبر داشته باش، اولشه. مادر جون اولش که باید شیرین تر از وسطش باشه. مسخره است، منو میبره میاره. تلفن از من قایم میکنه، اونم از من. شرط میبندم الان هم یه جای این دورو برای وایساده داره کشیک میده که مبادا من از اینجا در برم. اقلا بذار بابات راضی کنم. مردم چی میگن؟ همان از دست این مردم. بله بله بله. نه چشم، حتما. خداحافظ. خداحافظ.
مادر سلام رسون. سلامت باشم. چیزی لازم نداری؟ نه. خداحافظ. چند بار به زنگ زدم نبودی. خب شماره تو میذاشتی؟ شوهرم دوست نداره با کسی معاشرت کنم. همش میگه خودم باشم و خودت. خب دوستت داره. نه بابا. الانم که دارم با حرف میزنم و دل تو دلم نیست. اصلا چی شد زن این آدم شدی؟ ببین مفصله. حالا برات حرف میزنم. چه شکلی هست؟ خوبه. خوشتیپه. دوستش داری؟ آره. اگه دوام نمیکنی بهت میگم که ازش بدم نمیاد. باشه برات نامه میفرستم. ببین تو هم اگه خواستی نامه بدی یا بفرست خونه بابا مینا. خیلی خوب باشه. حالا میخوای چیکار کنی؟ بعد حسابی فکر کنم. انقدر ذهنم مخشوشه که میدونی خیلی انقدر یوهویی شد که فعلا که دارم روش کار میکنم. میدونی خیلی سعی میکنم باش الو الو فرشته باورم نمیشه. چرا اینجوری میکنی؟ با کی حرف میزدی؟ رویا دروغ میگی. دروغ؟ یعنی چی؟ باید بهم بگی با کی حرف میزدی. گفتم دیگه میخوای باور کن میخوای باور نکن. تو حق نداری با این لحن با من حرف بزنی. تو هم حق نداری به من بگی دروغگو. آخه تو چرا با من اینجوری میکنی؟ مگه من چیکار کردم؟ کلید کمدو از کجا آوردی؟ ساختم. با چی؟ یه کلید گیر آوردم انقدر سوهان زدم تا شد اندازه قفل. دروغ میگی. تو یه کسی رو بیرون داری که بهت کمک میکنه. میدونستم میدونستم که پامو که از این خونه بیرون میذارم اینجا یه خبراییه. خیال کردی انقدر اینجا منتظر میمونم وای میستم تا پیداش بشه. کی؟ معلوم هست از کی داری حرف میزنی؟ دوستت. دوستم کیه؟ چه میدونم بالاخره یه کسی هست دیگه. همون پسره. اسمش چی بود؟ همون که خاطر خات بود. چیکارش کردی که خاطر خات شد ها؟ چی میگم؟ فکر کردی میدونم چی تو این مغزت میگذره. من فکرتو میتونم بخونم. میدونی نمیذارم کسی به حق من دست رازی کنه. من نمیذارم کسی به نارو بزنه. من حساب خیلی رو رسیدم. اومدش برو در واکن به برو دیگه. بچه‌ام چی میخوام؟ هیچی. قبض برق براتون آوردم. بفرمایید. بفرمایید. یادت راحت شد؟ میادش. من میدونم که میادش. اینقدر بشین تا زیر پاد علف سبز بشه. فرشته! احمد، این کارو نکن. اذیتم نکن. من زن تو هم. دوست تو هم. نیستی. تو منو دوست نداری. خب به فرصت بده دوستت داشته باشم. مگه نمیخوای با هم زندگی کنیم؟ چرا؟ من میخوام. تو نمیخوای. یه قدم تو بردار. یه قدم من. اون وقت با هم دوست میشیم. من قدمم برداشتم فرشته. من برای تو خونه درست کردم. کفش میخرم. لباس میخرم. من ببین اگه من نبودم عاقبت خوشی در انتظار تو نبود. من به خاطر تو خیلی کوتاه اومدم. من برای تو با خانواده‌ام با مردم در افتادم. غرور اذیت هم نکن. بذار برم خواهرم و مادرم رو ببینم. تلفن رو از من قایم نکن. بیا بریم با هم کتاب بخریم. بذار من بهت انگلیسی یاد بدم. کنکور بده. درس میخونیم. سفر میریم. بذار منم تو ساختن زندگیمون باهات شریک بشم. این دوستت رویا. من از این بدم میاد. تو که ندیدیش. خب ازش بدم میاد. احمد جان همینجوری که نمیشه راجع به مردم قضاوت کرد. بیا بریم بیرون. بیا بریم حرف بزنیم. بیا بریم هم قدم بزنیم. موافقی؟ احمد خواهش میکنم. نمیزن
ساعت وقت گذشته اونها هم نیومد. پدر مادر من خود خال مادر نداری؟ با چیز من مردم نگاه میکنی ها؟ با چیز من برو میرم پلش کن 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 آمیه دیگه همه بگی تلفن دیگه همه بگی مردم. برو خونه. بیدار شد. چطوری؟ خوبی؟ داداش خوبی؟ حالا چطور احمد آقا؟ برو بشه ما باشه. کاهش من فرشته رو ببینی خونه. من نمیخوام برم بابا. خیلی خوب میبرمش. ای من نمیخوام برم مگه زوره؟ چی شد؟ احمد آقا یعنی که چی بره خونه؟ من به شما دختر دادم، برده که ندادم. برده؟ من گفتم کو بکنه. نمیخوام زنم تو بیمارستان باشه. نمیخوام. احمد آقا اگه این وضع بخواد ادامه پیدا کنه متاسفانه مجبورم که ببین که چی؟ که چیکار کنی؟ ها؟ بد کردم آبروتونو خریدم؟ اجازه بده. بد کردم حیثیت از دست رفتتونو بهتون برگردوندم؟ ها؟ مجبوری چیکار کنی؟ حالا چطور؟ خوب نیستم. چی کارا میکنی؟ بچه داری؟ چی؟ بچه داری؟ اینجوری حرف نزن. آدم که در مورد شوهرش اینجوری حرف نمیزن. چشم. خواستم خوشبخت بشی. نه، خواستین از شر من راحت بشی. منو فروختین به یه پسر بچه که هر بلایی میخواد سرم بیاره. کتکت هم میزنه؟ با دست نه ولی باز خدای من با این بچه که تو دلمه من چی کنم؟ درست میشه بذار بچه بیا. یعنی قرار معجزه بشه؟ چرا میذاری زندونی میکنه؟ تو مگه من چه گناهی کردم؟ اولش بذار یه مدت بگذره حالش که بهتر شد باش حرف میزنم. همش حال اینه که دوستت داره. خب 100 سال سیاه دوست هم نداشته باشه. بابا کمکم تو رو خدا کمکم کن ازش جدا بشه. خانم خرجی میده؟ بله. مسکن باید تهیه کرده؟ بله. کاتکت میزنه؟ نخیر. دوستان نواب داره؟ نخیر. مشروب میخوره خانم؟ نخیر. قمار بازی میکنه؟ نخیر. بعد دلیلتون چی خانم؟ بد دل شکاکه، اذیتم میکنه، آزارم میده، به شعور من توهین میکنه، زندونی میکنه. دلایل بر حکم طلاق کافی نیست. بفرمایید. آقا من دارم با مردی زندگی میکنم که انتخابش نکردم. این مرد داره هویت انسانی منو نابود میکنه. داره منو از من میگیره. خانم خدمتتون عرض کردم این دلایلتون بر دادگاه کافی نیست. اجازه بدید من حرفمو بزنم حاج‌آقا. حاج آقا این مرد میخواد منو تبدیل به زنی بکنه که نیستم. اون چیزی که اون میخواد با این چیزی که من هستم دو تا زن متفاوته حاج آقا. خانم خدمتتون عرض کردم وقت دادگاه نگه این گفتیم. حاج آقا یه لحظه صبر کن. این دلایل به کافی نیست. بفرمایید نفر بعدی. یه لحظه صبر کن حاج آقا. حاج آقا به من نگاه کن. حاج آقا منو ببین، من انسانم، میخوام مثل انسان زندگی کنم. چطوریه که شما فکر میکنید اگه یه مردی خرجی نده آدم بدیه، اما اگه به شعور من توهین کنه، اگه هویت انسانی منو نابود کنه آدم بدی نیست؟
من که توقع زیادی ندارم. من فقط میخوام به عنوان یک انسان، به عنوان یک همسر، به عنوان یک شریک زندگی، نظر منم، عقیده منم راجع به اینکه میخوام چی بپوشم، چی بخورم، کجا برم، چیکار کنم، با کی معاشرت کنم. خانم وقت دادگاه نگیر، بفرمایید. نفر بعدی بفرمایید. توقع زیادیه. آقا شما اجازه بدید زندگیش کنم. بفرمایید. بابا من دیگه تو اون خونه بر نمیگردم. اگرم دوست ندارید پیش شما باشم، میرم تهران خونه عمو. همونجا کار میکنم و میمونم. آخه چطوری؟ نمیشه، جرمه. فراری به حساب میاد. این زن تنها و حامله، مردم چی میگن مادر؟ با بدترین نوع ویار. اصلا دلم نمیخواست احمد به من نزدیک بشه. از بوی همه چیز بدم میومد، از بوی آشپزخونه، از بوی آدما. حالم به شدت بد بود. 4 ماه تموم این ویار وحشتناک با من بود و متاسفانه اختلاف ما رو روز به روز بیشتر میکرد. برو بیرون، حالم داره به احمد نمیتونست بفهمه که این مسئله هیچ ارتباطی به من نداره و یه مسئله کاملا طبیعیه. همه رو میذاش به حساب نفرت من از خودش. باشم، حرفایی داشتم، خیلی چیزا، نقشه ها، رویاها. باورم نمیشه. بچه من، پسر من. نه، این عادلانه نیست. من حالا هم یکی دیگه. احمد پول بده، پول بده. دانشگاه باز شدم، باورت نمیشه. کلیه دانشجوی تهرانی دارم. وای خدا، باورم نمیشه. تو که چی؟ من باید برگردم دانشگاه، درسم رو بخونم. بد نمیشه نه؟ بدشی. خب برای بچه هامونم خوبه. تازه منم از این حالت فشار روحی در میام. بالاخره یه کاریه که دوست دارم دیگه. تو که امکانشو نداری. میتونم انتقالی بگیرم بیام دانشگاه اصفهان. اصلا میتونم تغییر رشته بدم. بالاخره بچه هارم یه کاری میکنیم، مامانم کمک میکنه. بیا سعی خودمونو بکنیم دیگه ها. خب حالا فرض کن که درستم خوندی. بعدش چی؟ خب بچه ها که بزرگ شدن کارم میتونم بکنم. کار کنی؟ پس میخوای کار کنی؟ پس زندگیمون چی میشه؟ خب زندگی یعنی همین دیگه. بد فکری هم نیست، اما من میدونم تو مغزت چی میگذره فرشته. تو بعدت نمیاد شرایط گذشته رو به را بشه یواش یواش. از نظر عاطفه مادری هم که میلنگی. من از نظر عاطفه مادری میلنگم. اگه میخوام درس بخونم فقط به خاطر زندگی خودم، به خاطر آینده بچه هاست. فرشته تو فکر دائم یه چیز دیگه است. من به یه چیز دیگه فکر میکنم. اون یکی شدنم که تو شعارشو میدی بین ما دوتا اصلا معنی نداره. تو دیگه پایت ریخته شده، نمیشه عوضت کرد. چرا نمیذاری آدم حرف دلشو بزنه؟
چرا فوری جبهه میخوای بگیری؟ میدونم، میدونم حرف دلت همین هست دیگه. تو دلت یه زندگی دیگه ای میخواد. بیبندواری، ولگردی. نه، تو نمیدونی من چی دلم میخواد. ولی راست میگی، نمیتونی من عوض کنم. به هر حال درس خوندن من شرط ازدواجمون بود. درس تو زندگی توه، خانواده ای تو. حتی میزدم کار به اینجا بکشم. ولی من درس هم نمیخونم، نمیتونی کاری بکنم. میرم به مسئولین دانشگاه میگم که به عنوان همسر ایشون من راضی نیستم. راضی نیستی؟ تو قول دادی. کجا ثبت شده؟ من کی اجازه دادم؟ احمد، همین که گفتم طلاق میگیرم. طلاق میگیرم. طلاق میگیری؟ اشکال نداره، مطمئن باش من از پس بزرگ کردن بچه ها برمیام. ولی دلم به حال تو میسوزه. تو بدبخت میشی، تو یه قدر نشناس با اون گذشته تاریکت. خب حالا چیه؟ چرا اینقدر تو میری؟ کی دلش به حال تو سوخته؟ من خر بودم، من. خیلی خوب بابا، اصلا حق با توه. یه باشه برو. چیه؟ چرا اینقدر تو میری؟ یه باشه بابا، نگردو. دیوانه بس میگم، نگردو. میشه. تو چرا نمیخوری؟ رژیم گرفتم، آخه چاق شدم. نه، برای چاقی که نیست، تو چندان چاق نیستی. بشین غذا تو بخور. گفتم بهت که رژیم گرفتم، صدادم بیار با این بچه از خواب بیدار میشه. این کارا چیه میکنی؟ نرمش میکنم، دلم نمیخواد مردم فکر کنن تبدیل شدم به یه زن چاق که فقط به فکر خوردن و خوابیدن. برای روحیه من خوبه. ولی به شوهر و بچه‌هات برسی، مطمئن باش روحیت هم خوب میشه. خب آره، ولی بذار یکم هم به خودم برسم. که به خودت برسی. ببین فرشته، تو نمیتونی منو گول بزنی. من فکر همه آدم ها رو میخونم. من یه پار روانشناسم، جامعه شناسم. تو دهن باز کنی، من میفهم تو مغز خرابت چی میگذره. من میدونم تو چجور زندگی میخوای. به خودم برسم. بچه مواظبشون باشه. بابا من دیگه تو اون خونه برنمیگردم. تمومش کنید. باز چی شده؟ همینجوری که نمیشه. هر کاری راهی داره. راهش چیه؟ راهش چیه؟ نه واقعا دارم بهتون میگم، راهش چیه؟ بذاریم بره شکایت کنه. اقلا چند ماهی طول میکشه. بذاریم خودمو پیدا کنم. دیگه نمیتونم تحمل کنم. نمیتونم. من میرم چند تا دروازی بخرم، زود برمیگردم. موضوع بچه ها باش. برای من این مجله بنویس بگیر، میگم روگاهش خوبه. خیلی خوب باشه. بچه ها خاله رو اذیت نکنید تا من برگردم. همون چیزایی که گفتم، یادت نره. نه، مطمئن باش. نمیدونی چقدر التماس کرد، گفت فقط دو سه دقیقه تو ماشین. گفتم صبر کن این فرشته بیاد بهش بگم. گفت زود میارمشون، فرشته نمیفهمه. خجالت کشیدم، روم نشد بگم نه. گفت باباش دلش تنگ شده براشون. ما
بزن. مادر الان علی و محمد من چی میخورن؟ کی لباساشو میشوره؟ کی نازشو میکنه؟ کی لباساشونو عوض میکنه؟ آخه کی؟ کی؟ مادر، من چند وقت بچه هامو ندیدم؟ ده روزه مادر. چند سالی میشه؟ چند سالی میشه؟ من اینجا چی کار میکنم؟ من باید برم. چادر خیلی ببخشید بچه ها، شبتون بخیر. احمد جان خدا حافظ. خانم خدا حافظ. خیلی ممنون. خیلی ممنون. شب شما بخیر. اینا چیه؟ چی؟ چی؟ حواست کجاست؟ میگم اینا چیه؟ شبنما. برو تو. کی رفته بیرون؟ چطور مگه؟ کسی شبنما از کجا آمده تو خونه؟ هیچی، علی خریده. علی خریده؟ از کجا؟ از همین سر خیابون. واسه چی؟ مسعود پسر همسایه اومده بود، از این شبنما خریده. بچه ها خیلی هیجان زده شده بودن، علی خیلی التماس کرد. خب گفتم خب برو زود برگرد. از همین سر خیابون. از اون پیره مرده؟ احمق، تو میدونی اون چجور آدمیه؟ نه، از کجا میدونم؟ حالا مگه چه عیبی داره؟ اگه بچه ها تحت کنترل باشن که چه اشکالی داره بعضی از کارشو خودش انجام بده؟ با من اینطوری حرف نزن. خانم میبینی؟ میبینی اختلافات ما سر چه چیزایی؟ شما شاهد باشین. بچه رو تنهایی میفرسته مغازه یه آدم. بابا من آدمه به این گندگی پا تو مغازه یارو نمیذارم. خب بگذر. حالا که چیزی نشده. من که نمیدونستم اون پیرمرد چه جور آدمیه. تو نمیدونی؟ تو هیچی نمیدونی. تو چی میدونی؟ خانم میبینین چه به روزم میاره؟ اون به هیچی اهمیت نمیده، احساس نداره، حس مادری نداره. من زجه زدم، خواستم تربیتش کنم، فایده ای نداشت. حالا میفهمم که بیفایده است، این دختر شما آدم بشو نیست.
سلام بابا. سلام. سلام. خسته نباشی. شد زود اومدی که میخوام با حرف بزنم. پدر سوخته خیلی جورت با مامانت جور شده. مامان نقص مرونه. آفرین پسرم. برو من میام میشه. خب پسر گلم. تو با هم بگو ببینم. تو منو بیشتر دوست داری یا مامانو؟ هم شما رو هم. کلک. سوالا چی از بچه میکنی؟ میخوام تکلیفم با پسرام روشن کنم ببینم مامانشون رو بیشتر دوستان یا باباشونو. اثر بد میذاره. ولمون کن بابا، صد تا بلا سرمون آوردن هیچیمون نشد. حالا من یه سوال از پسرم میکنم، اثر بد میذاره. آره، اثر بد میذاره. اینا یه مش مزخرفاته که آدمای بیکار نشستن سرهم کردن که منو تو رو بچاپن. به چی میخندی سیب زمینی؟ کلم. تو نه رگ داری نه عاطفه. حرفایی که به تو زدم به سنگ زده بودم آب شده بود. معلوم بود. از روز اولم معلوم بود که دارم خودم گول میزنم. تو تیکه من نبودی. خودم گول زدم برای اینکه دوستت داشتم. دوستم داشتی و اینقدر؟ اینقدر چی؟ احمد. احمد من شخصیت خودم رو گم کردم. ناراحتم. مشکل دارم. بذار خودم باشم. به خدا خودم بهترم. از اونی که تو میخوای بهترم. نه من نمیخوام تو خودت نباشی. من دیگه نمیدونم کیم، چیم، چی میخوام. حتی دیگه نمیتونم برم تا سر خیابون. فکر میکنم همه کارام اشتباهه. بذار خودم باشم. بذار با دوست بشم. آخه من که دیگه جز تو کسی رو ندارم. بیا بریم پیش مشاور خانواده. بیا بریم حرف بزنیم. اینا چیه؟ این کتاب واسه منه بابا. اینا رو از کجا بردی؟ از یکی گرفتم. از کی؟ از یک کسی. خریدی؟ من از این خونه بیرون میرم. پس از کجا آوردی؟ گفتم از کجا آوردی؟ مگه کری؟ از جهنم آوردم، از درک آوردم. خدای من برای چی باید اینقدر توضیح بدم؟ خسته شدم. با من اینجوری حرف نزن. چشم. تو میخوای منو بکشی؟ آره درسته. حالا هم بچه همو برمیدارم میرم. تو هم برو به درک. میدونستم. میدونستم که دوستم نداری. تو آرزوی مرگ منو داری. والا تو نابغه ای. معلومه که آرزوی مرگ تو دارم. دیگه چی میگی؟ خلاصم کن. خسته شدم. بابا کتاب تربیت کودک جنایت که نکردم. من که تجربه بچه داری ندارم. بالاخره بعد از یه جهنم در یاد میگرفتم یا نه؟ خب از مادرم میپرسیدی، از خواهرام؟ من تربیت اونا رو قبول ندارم. ده؟ تربیت خودتو قبول داری؟ نه تربیت خودم رو قبول دارم، نه تربیت تو رو. هیچ کدوم از ما دوتا رو برای لذت بردن از زندگی تربیت نکردن، مخصوصا تو رو. برو به هر کی هم میخوای بگو. بگو زنم کتاب میخونه که بچه‌هامو آدم تربیت کنه. بچه‌ها بیاین بریم. کجا؟ دیگه به تو مربوط نیست. گفتم کجا؟ ولم کن. ولم کن. خسته شدم. به خدا خسته شدم. گفتم کجا میخوای بری؟ کجا رو دارم که برم؟ نگذاشتی درسمو بخونم، نه کار یاد بگیرم. میرم میشینم گوشه مسجد گدایی میکنم. گدایی. تو حق نداری پاتو از خونه بیرون بذاری. من بهت اجازه نمیدم. خیلی خوب. پس بیا جلو ما بگیر. بچا بیاین بریم. بیاین بریم. پاس ببینم. کجا داری میری؟ اینا رو کجا میبری؟ بریم دروازه کنیم ببینم. بده. چی میگی؟ حرف حسابت چیه؟ خواستم یک کلمه با حرف بزنم نخواستی گوش بدی. چی میخوای از جون من؟ چی میخوای؟ ولم کن، دیوونم کردی. به خدا دیوونم کردی. اعتماد به نفسم ازم گرفتی. دیگه از همه دنیا میترسم. حتی از سایه خودم، از تو. برامون زندون درست کردی. از این خونه متنفرم. از در و دیوارش خم میباره. دیوونم کردی. نمیذارم بچه هامو دیوونه کنی. کنی چیزی نشون بدم. خوب نگاه کن. اینا همش مال خودمه. خوب نگاه کن. فکر کردی جلوی یه آدم کتاب خونه میشه گرفت که کتاب نخونه؟ فرشته! بابا نره بابا کجا میری؟ بابا تو رو خونه ما رو اذیت نکن. نه نگران نباشید، اذیتش نمیکنم. شما برید تو خونه من الان میرم. برید. باریکلا. برید دیگه.
نابودم کردی، میخواستم بگیرمت، نذاشتی، میخواستم خوشبختت کنم، نذاشتی، میخواستم مردت چمون اون شب تو بیارم، نذاشتی، میخواستم خلاف نکنم، نذاشتی، با مصطفی خواستم توی نذاشتی. برای من ادای فیلم رو در نیار، منم میخواستم درس بخونم نذاشتی، میخواستم خدمت کنم یه چیزی بشم نذاشتی، میخواستم سرنوشت خواهر برادرم عوض کنم نذاشتی، میخواستم کمک خرج خانواده‌ام باشم نذاشتی، میخواستم زندگی کنم نذاشتیم، هیچ کدومتون نذاشتیم، تو نذاشتی، بابام نذاشت، شوهرم نذاشت، حالا چیه؟ چه معطلی؟ بیا بزن، بیا بزن، خلاصم کن، خسته شدم، یک عمر زندگی با تهدید، توهین، تحقیر. پس چرا معطلی؟ چرا وایسادی؟ بیا بزن، بیا بزن، خلاصم کن. من که تو زندگیم لحظات قشنگ نداشتم، داشتم، اما اینقدر کمرنگ بوده که یادم نمیاد. خواستم بهش بگم، بگم که حسن آزاد شده، خواستم باش حرف بزنم، اما نشد، نخواست، یعنی نذاشت. نمیدونی رویا، نمیدونی چقدر تلاش کردم تا زندگی که بهم تحمیل شده بود و بسازم. خواستم دوستش داشته باشم، خواستم شهرزاد قصه گو باشم، نمیخواستم تسلیم بشم، اما اون یه کنیز میخواست. بعدم اینکه از بیمارستانه بله بفرمه یه لحظه اجازه بدیم رای جان شما کار دارم بله بله صبح میایم اونجا از هیچ وقت نمیفهمه من اینجا بودم نه هیچ وقت زندگی؟ مطمئن نیستم بتونم یادم رفته باید فکر کنم حالا باید بچه ها رو دستن رو بزرگ کنم یعنی میتونم باید صبور بود و واقع بین بچه ها باید باباشون رو ببینن باید بفهمم باباشون مرده وای من چقدر کار دارم رویا جانم یه احساس عجیبی دارم مثل یه پرنده آزادم اما بال ندارم میفهمم رویا جانم تو فکر میکنی چه بلایی سرم بیاد هیچ بلایی فقط تو یه مدتی مریض و ضعیف شدی باید بخوابی عمیقم بخوابی بعدش موفق میشی میتونی تصمیم بگیری فرشته مطمئنم من تو رو خوب میشناسم میتونم برم تمرین رانندگی برم کلاس کامپیوتر یه کاری بکنم تا
تو فکر میکنی منو دانشکده قبول کنه؟ باید سعی تو بکنی. بچه ها چی؟ اونا رو به من میدن یا عموشون یا بابا بزرگشون. باید مبارزه کنم. رویا جانم، خدا به من صبر بده. چقدر من کار دارم، باید کار کنم، دانشکده برم، پدر و مادر بچه ها باشم. وای، نباید وقت رو از دست بدم. رویا جانم، یک کتاب داری روچه بزنه که بعد تنهایی بچه هاشونو بزرگ کنم.